میکنم یادگاری بردی. آره ایشالله چند تا بازی الان شروع شده، خانوما دارن میان استادیوم، اتفاق خاصی افتاده؟ گریه کردی؟ سوشم باشته، آرزو موفقیت دارم برای تیم پرسپولیس. اولین بارم هستش، خیلی خوشحالم. طرفدار؟ من هیچ کدوم. پرسپولیس دویچ. همون دویچ. خانم دست پر اومدیم ورزشگاه شیپور و چیپس و بخره. بعد از سالیان سال بد نیست، یه ذره مصدوم‌ها زیادن، ولی خب می‌بریم. هر چی بازیکنی میاد مصدوم میشه، بعد میگن هوادار اعتراض نکنه. هوادار اعتراض نکنه چیکار کنه؟ هوادار اومده واسه اعتراض دیگه. دوره ما مردمیا آقامون علی داییه. سردارانی مثل علی دایی، کریم باقری، علی کریمی، همه از پرسپولیسن. این قزوین هم ذاتش پرسپولیسه. ما تهران اومدیم پیکانم ببریم و بریم، عادت داریم ناموسن. ما صرف مدرسه اومدیم. چند این باره میاد استادیوم؟ اولین بارم میام. ایشالله میزنیم. آقا گزارش های ما رو دیدید دیگه؟ بله دیدم. چطور بود برداشت اونا؟ یه جور دیگه بود. ببین من میگفتن چرا من شیپور میفروشم، اینا میندازن اونجا، پول مردم پول دادن. دیدم اون کابینت چیزا رو، خیلی به من آره نظرات خیلی بد برای من بود، پوش نوشته بودم. شیپور نمیبینه؟ دلم خیلی واسط تنگ شده بیمرام. اینطوری نیست، خواهش میکنم. عادل فردوسی پور، عادل فردوسی پور، عادل فردوسی پور. دیدم مگه میشه خوشحال نبود؟ مخصوصا تیم پرسپولیس، اونم تو شهر ما قزوین. از آخرین باری که تیم فوتبال پیکان مقابل پرسپولیس در شهر قزوین بازی کرده حدود 13 سال میگذره. زمین خوب، هوادارهای خوب، مسئولین پای کار و خوب باعث شد که ما میزبانی مسابقه باشیم. میبریم، حالا نتیجهش مهم نیست، مهم اینه که سه امتیاز رو میگیریم. مطمئنم، شک ندارم. دو سه تا میزنیم باشیم. و حالا با سیطاق احمد محمدی بیدار پرسپولیس و پیکان در ورزشگاه 15000 نفری سردار آزادان رخ سال به درون محمد جریب موقعیت زدت تکرامش فرمه ارسال بلند و توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس. بازیکنان پرسپولیس، محمد عمری یه شوت زیبا توپی که به تیر دروازه وقت میکنه. ارسال بلند کامانه نریم و جهان توپی که به تیر دروازه برخورد کرد. ارسال پیکان موقعیت دارد، تک به تک با علی رضا بیرانوند و روی خط در آوردن بازیکنان پرسپولیس. ثانیه‌های پیش با سوت آقای احمد محمدی نیمه دوم دیدار بین تیم‌های پرسپولیس و پیکان در همین ابتدای نیمه دوم یک موقعیت برای تیم پیکان و توپی که توی دروازه قرار گرفت. دروازه پرسپولیس در همین ابتدای نیمه دوم باز شد. Thank you.
محبتی جریمه موقعیت برای تیم پرسپولیس و محمد ناصری گرفت توپ رو بعد با بیرون پا موقعیت برای تیم پرسپولیس و توی دروازه گل با تن شهاب زاهدی موتور گلزنیش در قزوین روشن میشه. فرجی پوشش لازم رو داده، اشتباه کرد فرشاد فرجی، موقعیت برای تیم پیکان و اونجا علیرضا بیرانوند در یک مرحله توپ رو مهار کرده با سم بازیکنان پیکان. سکت برای تیم پرسپولیس. یادگاری بود یاره. خدا شکر بود. به نظر من این مهمترین چیزه که دیدم اون نتیجه. خیلی چسبی بوده داره. میلاد خیلی خوب بودی. والا حالا اگه اسمشو موتور ماشین هر چیزی که هست، فشار که خب طبیعتاً توی تیم بزرگ مخصوصا پرسپولیس همیشه فشار هست، همیشه هوادارا از شما انتظار عملکرد خوب دارن. خب اینم نتیجه تمام تلاش تیم، البته نتیجه فقط تلاش من نیست. من خیلی خوشحالم که توی این تیم حقیقتا دارم بازی میکنم. یه تیم کامل هستیم، تیمی هستیم که متشکل از شاید 25 تا 26 تا بازیکن از تیمای پایه بگیریم تا و همه همون میگم برای یه هدفی میجنگیم، برای شادی دل هفته همون میجنگیم. خیلی از مشکلاتی که وجود داره میتونه حل بشه. فصل گردم قرمی کنم، من قراردادی الان با باشگاه ندارم و از اون جلسه هیئت مدیره که تشکیل شده بود هنوز نامه‌ای به من ندادن. متاسفانه ظاهر زمین خیلی خوب بود و زیر زمین بسیار نرم و خیلی خطرناک بود. واقعا داشتم به این فکر میکردم که چند تا بازی الان شروع شده، خانوما دارن میان استادیوم، اتفاق خاصی افتاده، مشکلی به وجود اومده جز این که مثلا اونا خوشحال ترن، بانوان خوشحال ترن. حالا با اینکه یه ذره به نظر من داره کم لطفی بهشون میشه، اون ته اون گوشا اون بالا مالاها، ولی بازم دارن میان، مردمم خوشحالن، هم خود خانوما آقایون کسی حرف بدی زده، بی احترامی کرده، همه چیز داره خوب پیش میره. من به جرات میتونم بگم که تا آخر فصل هیچ تیمی جلوی پرسپولیس اینقدر موقعیت گیرش نمیاد.
ما حدود 7-8 موقعیت 100% گلزنی داشتیم، اونا 5 موقعیت که اونا حالا دوتاشو زدن، حالا پنالتی که حالا جبران، ولی ما از موقعیت ها یک شروع گل کردیم. بازم میگم شما شاهد این بازی نخواهید بود که جلوی پرسپولیس یه تیمی تا آخر فصل اینقدر موقعیت گیرش بیاد، ولی یه مقدار میگم بازیکن‌ها هیچ خط جلومون، یه مقدار اگر با تجربه بودن از خود گذشتگی داشتن، من فکر می‌کنم که بازی برعکس نمی‌شد. کار بزرگی داریم انجام میدیم برای جامعه فوتبال. با پرسپولیس استاندارد میره پول داره، میره بازیکن‌های بزرگی میگیره، سپاهان، تراکتور، و این زحمات باشگاه‌های مثل پیکان است که این بازیکن‌ها روش می‌کنن و میرن باشگاه‌های بزرگ. ما از هیچ لحاظ میزبان نبود. ما شب بازی هتل رو زنگ زدیم تو هتل بگیریم. تیم پرسپولیس قبل از ما میدونست که ما توی قزوین میزبان که نبود برای این بازی، ولی خب بین نیمه ترجیح دادن که بازی کنم. پرسپولیس تیم بزرگه واقعیتش و ما دوست داشتیم که به این تیم بیایم، اومدیم و شرایط اونجوری که دوست داشتیم پیش نرفت و آرزو موفقیت داریم برای پرسپولیس. خب پرسپولیس 11 تا بازیکن نداره که، پرسپولیس بالاخره یه جوری تیمشو می‌بنده که تیمش آخر فصل قهرمان بشه و حالا بازیکنایی که روی نیمکت هم مثلا بازیکن با کیفیتی هستن،